یه چالش خیلی معروفی آمازون داره، بهش میگن چالش چند 30 میلیون دلاری، 300 میلیون دلاری، عددش تو ذهنم نیست، ولی آمازون اومده دکمه لاگین رو حذف کرده. الان نه، خیلی سال قبل، همون اوایلی که آمازون مثلا تو کتابا نوشتن تو گاراژ داشته توسعه پیدا میکرد و هنوز کتاب فروشی بود و اینها، این تازه فروشگاه شده، اومده دکمه لاگین رو حذف کرده و یه کار UXی طراحی تجربه کاربری انجام داده. آدما میان میخورن به اینکه وارد چید و وارد نمیشن. رفتار مد نظر آمازون چی بوده؟ خب خرید بکنن. اما آدما میرسیدن به یک مانع، به یک پلی به اسم دکمه ورود و میگفتن چرا من باید وارد شم؟ و وارد نمیشدن. خریدشون رو ناتمام میذاشتن و میرفتن بیرون. حالا چه اتفاقی میافتاده؟ اون هدف رفتاری آمازون محقق نمیشد. خب آمازون اومده چیکار کرده؟ با حذف اون دکمه، با تغییر محیط، رفتار مناسبی رو ایجاد کرد. دکمه لاگین رو برداشته و یک سری دیتا ها رو بدون اینکه بگه شما باید لاگین بکنید از کاربر میگیره. و انگاری که اون داره لاگین میکنه. و بعد چه اتفاقی میفته؟ محسوسی تعداد خرید بیشتر شده. اون اتفاق عملا یک طراحی رفتار، یعنی اومده شناسایی کرده چه چیزهایی بر رفتار آدم ها تاثیر میذاره، از اونها استفاده کرده برای ایجاد یک رفتاری که مد نظر.